عصر هریگاه هست و ما هم مقابل چشمان ناظرین شما مهربانان قرار داریم. سپاس از شما خوبان که از ابتدای برنامه تا اینجا با ما بودید. سلامی هم خدمت عزیزایی که همیهنون برنامه پیوستن. یقینا برنامه عصر هریوا تلاش میکنه که بهترین ها را لحظاتی که با ما هستید تقدیم شما عزیزان بکنه. اما خب طوری که قبلا اشاره کردم، اخیرا ما شاهد این بودیم که ستارگان علم و معرفت را داریم از دست میدیم و شهادت استاد نیازی عزیز چند روز پیش واقعا درد آور است و هر کار میکنیم فراموش کرده نمیتونیم. و همچنین امروز هم رحلت جناب خلیفه صبیر نوین، وقتی به از دست دادن این عزیزان رو میبینیم جایشان خالی هست و یک سایه جبران ناپذیری هست که واقعا علم و معرفت ایشان به جامعه ما هنوز ما نیاز داشتیم، یک جامعه که امروز در دیده است خصوصا کشور ما نیاز به این شخصیت های علمی و مردان واقعی میدان داشتند. بیشتر صحبت میکنیم با جناب استاد دکتر عبدالظاهر فقیری استاد دانشگاه راجع به همین شهادت و جایگاه علم و معرفت. جناب استاد عزیز خوش آمدید، عصر شما بخیر باشه. تشکر، سلامت باشه. من هم بنابرای خود خدمت شما و قبلا هم خدمت بیننده های عزیز ابراز تسلیت عرض میکنم شهادت جناب استاد نیازی عزیز و رحلت جناب خلیفه صبیر نوین خدمت شما میخواییم در افتا راجع به علم و معرفت صحبت داشتیم که چقدر جایگاه بالایی داره علم. تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صدق الله العظيم. جاي درك در ابتداء برنامه از الله متعال بخواهیم، عاجزانه و مخلصانه بخواهیم تا این مصیبتی که فعلا متاسفانه دامنگیر جامعه ما شده و متاسفانه عام شده، این از میان جوامع انسانی خصوصا جوامع اسلامی برداره و از الله متعال میخواهیم که ما را هم توفیق بده که هرچی بیشتر نسبت به این مصیبت بزرگ و این مرض بسیار کلان توفیق بیشتری بده و در واقع هر یکی از ما تلاش بیشتری بکنیم و توجه بیشتری بکنیم تا نسبت به حفظ و صحه فردی خانوادگی و اجتماعی خود بکوشیم تا اینکه خدای متعال ما را از این مرض دور نگه بداره. و در قدم دوم هم متاسفانه سه چهار روز پیش یعنی عصر روز سه‌شنبه شاهد شهادت تابناکترین عالم برجسته کشور، عالم دانشگاهی کشور، عالم و خطیبی که در واقع بالاترین درجه و مدرک دانشگاهی را از بزرگترین دانشگاه اسلامی دنیا یعنی از هرداشت در واقع به شهادت رسید و شهادت ایشان را هرچند برای خودشان افتخار است و این امتیاز برای هر انسانی داده نمی شود، اما طبیعتا شهادت ایشان ضایعه بزرگ برای امت اسلامی خصوصا ملت مسلمان افغانستان هست که خیلی ها از بیانات نصایح دروس دانشگاهی و دروس حلقه ای جناب شهید نیازی در واقع محروم شدن متاسفانه. و امروز هم متاسفانه خبر شدیم که جناب خلیفه صبیر نوین یکی از جمله علمای برجسته شهر ما و کشور ما و همچنین از عرفا و در واقع صوفی های که عالم و تصوف و شریعت بودن جان به حق تسلیم کردن و تسلیت میگیم هر دو بزرگوار و هر دو زایه بزرگ به جامعه اسلامی و انسانی و خصوصا افغانستان عزیز ما هست. بحث بسیار جالبی رو انتخاب کردین. ما وقتی که بحث علم رو مطرح میکنیم دقیقا فکر میکنم در مطالعه تاریخی و مطالعه در واقع مطرحی که ما میان ادیان داشته باشیم، چی ادیان سماوی و چی ادیان ارضی و یا زمینی، آنقدری که ارتباط به علم در واقع صحبت شده و آنقدر جایگاه علم در اسلام عزیز بالا و برجسته مطرح شده در هیچ دین سماوی و غیر سماوی نخواهیم دید. شما ببینیم الله متعال به خاطر اینکه جایگاه علم رو برجسته بکنه اولین آیه‌ای که به پیامبر خود نازل میکنه با وصف اقرا، با کلمه اقرا، ای پیامبر بخوان به اسم ربک الذی خلق. در یک جا شما ببینیم قرآن کریم
به خاطر که ممیزه و تمایزی رو میان جاهل و میان عالم بیاره، میگه هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، آیا برابرن کسانی که میدانن و کسانی که نمیدانن؟ در جای دیگه میایه درجه بندی میکنه و درجه میده به یک عالمی که در مسیر علم حرکت میکنه، یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. الله متعال درجه عالم اندیشمند و کسی که در مسیر علم قدم میگذاره بالا میبره. در جای دیگه میای علم به معنای حکمت و دلیل و برهان معرفی میکنه، ادعو الی سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتی هی احسن. به پیامبر میگه ای پیامبر، تو هر وقتی که دعوت میکنی دعوتت با حکمت باشه. حکمت یعنی چی؟ یعنی دلیل، یعنی برهان، یعنی استدلال. نشود که هر آن چیز واهی خدای نخواسته تو برای مردم بدون سند و استدلال بگی. از اون طرف هم خود پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند اطلب العلم ولو کان بالسین، شما حتی در چین هم اگر علم هست شما علم رو بیاموزین. اطلب العلم من المهد الى اللحد، از لحظه‌ای که شما متولد میشوید تا کجا، تا جایی که میمیرید تا لحد شما به دنبال علم باشید. چرا؟ علم دریاست. هر چه که شما بیشتر مطالعه بکنید، هنوز ناخوانده های شما بیشتر از خوانده های شما، هنوز نافهمیدگی های شما بیشتر از فهمیدگی های شما. پس بنابراین علم در اسلام عزیز ما از جایگاه بسیار بالا و از جایگاه بسیار برجسته برخورداره و همینه که الله متعال و پیامبر اسلام همواره انسانها را به گرفتن علم و به دست آوردن علم و زندگی انسانها را با برکت معرفی میکنن با علم، نه بدون علم. پس اگر مشکلاتی را ما امروز در میان جوامع اسلامی متاسفانه میبینیم، یکی از عمده ترین علت هایی که این مشکلات به بار آمده بدون شک جهلیه که میان امت اسلامی دیده میشه. بسیار عالی، صحبت بسیار عالی و رحمت های بسیار خوب داشتون راجع به علم. حالا با اینکه شما هم اشاره کردین دستورات دینی ما و پیامبر علیه السلام هم گفته که ولو که در چین هم باشه، همین علم و دانشی که ما او را باید فرا بگیریم، استفاده درست از علم جهت رفع و احتیاجات در جامعه ما است، در این قسمت چقدر میتونه ما کمک بکنه واقعا؟ خیلی نکته جالبی را اشاره کردیم، یعنی در واقع نکته ظریفی را. ببینیم جانم، علم تنها خواندن علم و به دست آوردن علم سوای این که یا بدون این که او علم در جای مناسب او استفاده بکنیم، یا جدای این که یا بدون این که در واقع از این علم به معنای واقعی از او که همانا عمل به او علم است استفاده بکنین، باز خیلی جایگاه نداره، باز خیلی ارزش نداره. خیلی از انسان ها علم را آموختن ولی نتوانستن علم را برسانن، قدر علم را ندانستن، علم را نتوانستن به جایگاه واقعی از او در واقع برسانن، طبیعتا اونا از علم استفاده نکردن. اونا مثل یک کسی که فقط چند تا کتاب رو مطالعه کردم در ذهن اینا هست، اما جایگاه، ارزش، شیوه استفاده، شیوه رساندن، شیوه تعلیم دادن و با کجا استفاده کردن، چه قسم استفاده کردن، این یاد نگرفتن. طبیعتا علم لازمه ای از او میتونه عمل به او باشه. شما ببینیم کلام الله مجید هم برای انسان ها همیشه به خاطر که ایمان انسان را تقویت بکنه عمل الصالحات را به ادامه میاره. یعنی انسانی میتونه ایمان داشته باشه و ایمان او بدون علم ایمان خیلی قوی نیست، اینو فراموش نکنیم. ایمان جاهل تا ایمان یک عالم خیلی فرق میکنه. پس این انسانی که علم داره و ایمان قوی داره، طبیعتا میتونه با ایمان قوی که داره که همانا برگرفته از علم است، عمل بسیار خوب داشته باشه. انسانی که با علم و با ایمان کامل در واقع به یک عمل قوی و به یک عمل بسیار خوب و شایسته ای رسید، طبیعتا او انسان، انسان شایسته است، انسان موفقی است در مسیر زندگی، انسانی است که در واقع پله های متعدد زندگی را در واقع طی میکنه و خیلی دچار مشکلات نمیشه، موانع پیش رو از او خیلی کم است، اگر باشه هم موانع را بر میداره. توجه کردید؟ پس طبیعتا خود علم لازمی اینه که هم به اون علم عمل بشه و هم علم در واقع تفکیک بشه که از این علم در چی جای استفاده بشه. خیلی وقتا علم انسان میتونه در مسیر انحراف استفاده کنه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه میگه خیلی انسان ها با قرآن گمراه شدن،
خیلی وقتا انسان با دین گمراه میشه، خیلی وقتا انسان با علم در مسیر انحراف میره، خیلی وقتا انسان از علم استفاده سوء میکنه، استفاده انحرافی میکنه، استفاده نادرست میکنه. پس پیران او علم ارزش نداره، او علم پیشتر انسانه، نه تنها که با کمال نرسان بلکه انسان به تنفر رسان، بلکه انسان در مسیر انحراف رسان، بلکه انسان در جای قرار داد که مورد نفرت مردم قرار گرفت. پس چنین علمی طبیعتاً ارزش نداره و او علمی ارزش داره که از او به معنای واقعی استفاده بشه و به او علم عمل بشه. بسیار عالی. اینطوری که اشاره هم کردید، وقتی ما به آیات قرآن هم نگاه میکنیم، بحث تدبر و تفکر در اینجا زیاد آمده. شما فکر بکنین ای صاحبان عقل، میخواییم راجع به همین که همین علمی که ما داریم و این علم چقدر باید ما رو به خدا نزدیک بکنه، و اگر علمی که به عنوان یک مسلمان ما داشتیم و ما را نتوانست به خدا نزدیک بکنه، اون وقت چقدر ما باید احساس بدبختی و ناراحتی باید بکنیم؟ ببینیم جانم، از دو آدرس ما میتوانیم علم را تقسیم بندی بکنیم، یکی علم روحانی و علم اسلامی و دینی، یکی هم علم ساینس و علم جدید امروزی. فراموش نکنیم که جانم هر دوی اینها مکمل یک دیگرند. گاهی وقتا ما علم به عنوان مثال شما یک غیر مسلمانی را پیدا بکنیم، هرچه قرآن و حدیث بری از او بخوانیم قبول نمیکنه. میگه مثلا به کتاب شما باور ندارم. وقتی که باور ندارم، شما بیایم از علم ساینس خدای خود را ثابت کنیم، شما بیایم از علم ساینس و از علم عقل امروزی و از علم امروزی شما خدای خود را ثابت کنید. پس ما هم نیاز به فراگیری علم روز داریم، علم عصری و علم ساینس، و هم به علم اسلامی. علم اسلامی چکار میکنه؟ ایمان و باور ما را قوی میکنه. یعنی ما متکی با خدا میشیم، متکی با قدرت بزرگی میشیم، متکی با اون ذوالجلالی میشویم که او ما را نصرت میکنه. این تنصر الله ینصرکم، شما الله نصرت کنیم. الله که نیاز به نصرت نداره، مراد دین الله است، مراد خدای در واقع شریعت الله متعال است. پس بنابراین وقتی که ما آمدیم از دو بود علم الهی را گرفتیم و این علم الهی را به معنای واقعی از او به او عمل کردیم و از او پیروی کردیم، یک بود. بود دوم، این علم را آمدیم در علم روز و علم ساینس امروزی و فلسفه امروزی و عقل امروزی در واقع او را تطبیق دادیم، باز چکار میشه؟ باز کیفیت علمی ما میره بالا، باز باور ما خیلی میره بالا. از یک طرف ما باور دینی داریم بدون شک با آخرت. شما فراموش نکنیم تمام علوم روزه که بگذاریم نمیتونه ما را به ما ثابت بکنه که ما بعد از میلیون ها سال ممکن پس زنده شویم، ولی چون باور دینی داریم، به خدای این کائنات باور داریم و این خدا برای ما گفته شما روزی خواهد رسید که در دنیای دیگر زنده میشوید، طبیعتا ما باور داریم. اما از آدرس دیگر، باز عقل ما خیلی از چیزها را به ما درست میفهمانه. عقل ما هست که در واقع مسیر میگه شما دین را اگر تطبیق میکنیم، این عقل است که تطبیق به معنای درست او به ما راه میده، به ما نشان میده. توجه کنید، ما از عقل و از اندیشه امروزی و از ساینس امروزی خیلی تجارب زیاده را میتونیم در واقع استفاده بکنیم. خیلی وقتا او فرض بکنیم زن غیر مسلمان آمریکایی که میایه روی جنین یک طفل بررسی میکنه، بعدا نگاه میکنه که بین 30-35 تا 40 روز این طفل نیاز است که به تکامل میرسه، تکامل اولی، یا 40-40 روز، چند تا 5 مرحله 40 روزه که در واقعی به تکامل میرسه. وقتی که ایره به روی میدیا در واقع بحث میکنه، علمای مسلمان میاین قرآن بزین نشان میدم که ایره تو امرو کشف کردی، ولی 1400 سال پیش الله متعال میاید جنین در واقع مراحل تکامل زیر ذکر میکنه. پس هر انسانی که از علم آسمانی و علم انسانی و علم روز و علم موضوعه به معنای درست استفاده نکرد، فراموش نکنیم که وقت خود را ضایع کرده، فراموش نکنیم که باور کامل نرسیده، و فراموش نکنیم که او علم به درد او نه تنها که نمیخوره، بلکه او یک انسانی است که فقط علم را گرفته، ولی ارزش علم، جایگاه علم، فضیلت علم و کرامت علم برای ازو دیگه ارزش نداره. او انسان، انسان موفقی در جامعه نیست. بسیار علی، اشارت خوبی داشت جناب استاد. خب ما وقتی نگاه میکنیم نخستین آیاتی هم که پیامبر علیه السلام راجبه ای که اقره بخوان، و مسلمانان هم در نخستین کسایی بودند که حتی دست به اکشافات میزدن، جمله مثلا ساعتی در مسلمان ها جاخن و غیره، اما کجای کار میلنگه یا اثر نقد در کجا گره خورده که امروز مسلمانان میبینیم که نتوانستند اون جایگاه واقعی برای علم و خواندن رو حفظ بکنن؟ متاسفانه میبینیم که چطور به شما گفتین یک زن غیر مسلمان میای امروز روی موضوع تعلیل تبصره میکنه و بعد ما با قرآن از موشن میایم برو چی میکنیم. و این 1400 سالی که شما اشاره کردید، آیا جایگاهی بود که ما اون خالی گذاشته باشیم ما مسلمان ها در عصر کنونی؟ متاسفانه جانم، وقتی که به بحث علمی نگاه میکنیم، تمام یهودی های دنیا حدوداً 20 میلیون انسانه، چیزی کمتر و بیشتر.
شما تا به حال شاید مطالعه داریم حتما که با 20 میلیون نفوسی که در دنیا دارن چیزی حدود 200 جایزه نوبل گرفتن، ولی متاسفانه چیزی حدود 2 میلیارد مسلمان تا به حال 6-7 جایزه نوبل گرفتن. از کجا تا به کجای جایگاه علمی؟ شما امروز مطالعه کنیم بحث کووید 19 یا همین در واقع مصیبت پیش آمده، چیزی حدود 35-36 کشور الان روی از این کار میکنن. بفرمایند بزرگوارای کشورهای اسلامی چند کشور بین از 35 کشور است؟ قریب به اتفاق کشورها کشورهای غیر اسلامی است. کجای هم کشورهای اسلامی ما متاسفانه با این سرمایه بزرگ نفتی که دارن، با این سرمایه بزرگ در واقع معادنی که دارن، با این سرمایه بزرگ نظامی که دارن، توجه کردین؟ و این همه برمیگرده به این که این ملت یا این امت بزرگ چند درصد دست دشمنا بوده که در میان کشورهای اسلامی جنگ را انداختن و اینا را مصروف به جنگ کردن، چند درصدی هم اینا را به مسائل دیگر مصروف ساختن تا اینکه اینا بدون بالا علم نرن و فردا و مطمئن باشیم هر روزی که واکسن ای علم، واکسن ای مصیبت در واقع در میان جوامع به وجود بیایه، حتما و حتما چه کار خواهد بود؟ از آدرس یک غیر مسلمان خواهد بود. این برمیگرده به چی؟ برمیگرده به این که ما ملت مسلمان یک اتحاد بسیار کامل نداریم، از اتحاد و اتفاق کامل خود دور شدیم متاسفانه. یک دوم، او دو چیزی که در صدر اسلام همان قرآن و سنت بود از او دور شدیم. ما که از او دور شدیم طبیعتا اتفاق بین ما از بین رفت، اختلاف آمد، تعصب آمد، تعصب نژادی و لسانی و زبانی و امثال هم آمد که بتونه بدبوترین چیزی به نام تعصب باشه که همه ما را در واقع دور کرده از یک دیگر، متنفر یک دیگر ساخته. پس انمی بوده که باعث شده که اتحاد و اتفاق هم از بین بره، در کنار او از علم دور بمانیم و امت و ملت با چیزایی مصروف کردم که اینا از علم در واقع دور ماندن. و تا مادامی که باز این امت به علم به معنای واقعی مراجعه نکنه و علم به معنای واقعی به دست نیاره و واقعا این امت دانشمند نشه، این امت یک جا نمیشه، این امت متحد نمیشه. وقتی که این امت متحد نشد، فراموش نکنین که موفق و پیروز هم نخواهد. بسیار عالی، صحبت‌های بسیار عالی بود راجع به علم و جایگاه علم، ارزش علم و استفاده درست از علم که با جناب استاد عزیز بحث کردیم. ما بحث با جناب استاد ادامه میده، همکاران اشاره میکنند که یک وقت آماده است. بعد از وقت باز هم با شما خواهیم بود با جناب استاد. خب جناب استاد، راجع به ویژگی های استاد نیازی عزیز صحبت داشته باشین که چه ویژگی هایی داشتند که این همه جوان، پیر، زن، مرد همه کشته صحبت های استاد بودند و این چه فصاحت و بلاغتی داشتند؟ فراموش نکنیم جانم که ابعاد مختلف شخصیتی جناب دکتر نیازی و همچنین ویژگی ها و خصوصیات استاد میتونه متعدد باشه. اولا ویژگی خانوادگی استاد یک رفتار خیلی جالب و یک رفتار بسیار مهربانانه با خانواده و اولادا داشتن. چرا؟ به خاطری که با سن بالاتری هم بودن که ازدواج کردن. چرا؟ در همین روز شهادت بزرگترین طفل اینا چیزی حدود 17-18 سال در واقع سن داشت، یعنی چیزی حدود بین 35 تا 40 بوده که استاد حدودا ازدواج کردن. این برمیگرده به رفتار خانوادگی اینا که اولاد بسیار سالمی را تربیه کردن، خانواده بسیار معزز و محترمی را. یک مهمتر از او رفتار اجتماعی و یا ویژگی رفتار اجتماعی استاد خیلی مهم و با ارزش بوده. یعنی استاد وقتی که بین جامعه بود، اون قسمی که در صدر اسلام پیامبر اسلام علیه السلام آیه نازل شد که برای صحابه گفتن انما انا بشر مثلکم، من مثل شما یک بشر شد. پیامبر بسیار ساده زیست بودن و در بین مردم بودن، چون از خود مردم بودن، متفاوت نبودن. دکتر هم واقعا دوست نداشت که مقدس باشه، دوست نداشت که متفاوت باشه، دوست نداشت دستش رو ببوسن، دوست نداشت در واقع احترام بگیرن. نخیر، اینا کارهایی که میکردن برمیگشت به خوبی های خود مردم، ولی خود استاد دوست داشت با همه مردم باشه، با همه یک قسم برخورد میکرد، با پیر، جوان، پولدار، کم پول، هر کس رو میبینید منتظر بود که بشنوه سوالش، هر منتظر بود که درد دلی رو بشنوه. وقتا میشد حتی به خاطر یک جوان نیم ساعتی به پای استاده بود، هیچ وقت نمیگفت خسته شدم، نمیگفت، چیزی رو طلب نمیکرد، دیگه نمیکرد. من فکر میکنم که بیشترین تأثیر جالبر
یا در واقع بیشتر این تأثیر شهرت و عزت برای جناب استاد نیازی میتونم رفتار اجتماعی از داده شده باشه که خیلی جالب بود. با موتر میرفتن دانشگاه، میرفتن خدمت دوستان، جاهای دیگه تنها بودن، حتی یک راننده نداشتن. خیلی جالب بود. با مردم پایین میشدن، جاهایی رو تنها پایین میشدن، مسافه همی کردن، خوش آمد میکردن. خیلی جالب بود. توجه کردین رفتار عبادی استاد خیلی جالب بود. یک رفتار بسیار میانه ای بود. اکثر وقتا می دیدیم استاد تمام نمازهای پنج وقت رو با یک پکول، با یک کلاه امامت می دادن، جز روز جمعه که با در واقع لونگی. گاهی اوقات حتی وقت تنگ بود، با همون درشی که از دانشگاه می آمدن مستقیم وارد محراب می شدن و امامت می دادن. خیلی جالب بود برای جوانا که یک عالم جوانی، عالم فکر جوانی در واقع در بین از اینای خیلی دوست داره که با جوانا باشه، دوست داره با موی سفیدا باشه، دوست داره با خواهرها باشه. حتی خیلی وقتا می دیدیم اگر پنج نفر جوان برادر منتظره، دو سه تا خواهر منتظره، سوالی داره، مشوره ای داره، مشکلی داره، درد دلی داره. در واقع اینا برمیگشت به عزت استاد و جایگاه استاد در خیلی برجسته کرد. در بحث ویژگی دعوتی استاد خیلی مهم بود. دعوت استاد یک دعوت بسیار میانه ای بود. یعنی تلاش میکرد استاد، هیچ نوع عقده ای را نداشت، به هیچ حزبی وابسته نبود، به هیچ حرکت و گروه و زبان و سمت اصلا مطرح نبود. همیشه علیه تعصب و علیه این موضع گیری های که ناشی از تعصب در واقع استاد میشد، در مقابل از این حرکت میکرد. همیشه استاد تلاش میکرد صحبت بسیار معتدلی داشته باشه که برای همه جوامع، خصوصا جامعه اسلامی افغانستان ما، مفید باشه. هیچ وقت به این فکر نبود که خدای نخواسته یک گروه از او راضی شوه و یک گروه دیگر متنفر شوه و علیه از او حرکت کنه، که بعضی از صحبت ها چنینه، یک گروه خوشحال میکنه، چند گروه ناخوشحال. در واقع پس اینا همه برمیگشت به رفتارها و ویژگی های استاد که خیلی جالب در واقع برای از او هم بود و برای طرفدارها و برای هوادارهای استادم بود که او را در یک جایگاه بسیار شامخی قرار داد. بسیار عالی. استاد از جامعه ما صحبت داشته باشین که جامعه ما چقدر نیازمند استاد نیازی ها هست و چقدر ما باید این نیازی هایی که در دسترس ما بود، در کنار بود، این را قدر بدانیم. بچه فراموش نکنیم جانم که اسلام چنین دینی هست که از شهادت حضرت عمر رضی الله تعالی عنه که شروع میشه، یعنی مسلمان ها شهادتشان شروع میشه، تا به امروز اسلام جایگاه خود را داره. چرا؟ چون حفظ اسلام الله متعال تضمین کرده، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. فراموش نکنیم که اگر یک نیازی میرود و شهید میشود، هزارها نیازی دیگر الله متعال در واقع گسیل کرده و فرستاده به خاطر حفاظت دین. یک نکته. اما فراموش نکنیم که شکی نیست که ما خیلی نیازی هایی داریم، اما آیا همه این نیازی ها همه اون ویژگی های اون نیازی را دارن؟ اینجا سوال است. ممکن نیازی های دیگر دعوت نیازی را داشته باشن، نیازی شهیدر، ولی ممکن اخلاق رفتاری اجتماعی از او را نداشته باشن، ممکن رفتار اجتماعی از او را داشته باشن، رفتار خانوادگی او را نداشته باشن. پس دکتر نیازی ابعاد مختلفی در زندگی او بود که طبیعتا فکر میکنم کمتر کسانی بتوانند به همه ابعاد دست پیدا کنند و بتوانند همه ویژگی ها را در واقع در خود جای بدن، که این میتونه به عنوان یک زایه بسیار بزرگ و یک زایه کلان برای امت اسلامی، خصوصا جامعه اسلامی افغانستان، تلقی شوه. اما باز هم شهید نیازی که شهید شد، الله مغفرت کنه و رحمت کنه، بهترین درجه را برای خود گرفت، ولی بر امت اسلامی هست، بر جوانان مسلمان هست، بر داعیان مسیر دین هست و بر استادا و علمای بزرگوان هست که آنچه که دین به معنای واقعی که برگرفته از یک رفتار متوسط و رفتار میانه است، او را برگیرن تا ای که بتونن بهترین جایگاه یا خوبترین جایگاه و میانه روترین جایگاه را در میان جامعه خود کسب بکنن. این شاید خیلی مفید باشه. مثلا تشکر از شما جناب استاد. به عنوان آخرین پرسش می‌خوایم این مطرح بکنم که جایگاه علما و نقش علما در کشور ما در جامعه ما چگونه بررسی می‌کنین؟ شما وای که ما می‌بینیم شاید اخیراً تعداد زیاد از علما رو ما از دست دادین، می‌خوایم این مطرح بکنین که جایگاه علما در کشور چگونه خواهد؟
هرچند فعلا بهتر شده، یعنی نسبت به حداقل اون 15-20 سال و 30 سال پیش که خیلی علمای ما حتی به این ابزار تکنولوژی هم دسترسی نداشتن، خیلی کمتر اطلاع حاصل میکردن علما نسبت به یک دیگر. امروز تکنولوژی تا حدودی علما را نزدیک کرده که این قناعت بخش نیست. علمای بزرگوار ما چراغ امتن، چراغ جامعه این به عنوان نور افغان، اینا همه باید هر گوشه جامعه را با نور خود روشن بکنن و اینا همه متحد باشن. اتحاد علما اتحاد امت است، اتحاد علما اتحاد ملت افغانستان است و اگر علما به معنای واقعی متحد باشن و یک جا باشن و یک پارچه باشن، هیچ قدرت اینها را از بین برده نمیتونه. وقتی که علمای ما متاسفانه با افکار مختلف و متفاوت نسبت به یک دیگر در واقع اعتراض میکنن و علیه یک دیگر هستن، یعنی میآیند در واقع خلاف را به اختلاف توجیه میکنن و تبدیل میکنن، اینجاست که متاسفانه در خیلی از جاها میبینیم که وحدت کامل میان علمای ما نیست و این عدم وحدت و عدم اتحاد علما باعث میشه که اتحاد میان امت و ملت هم نباشه و عدم اتحاد میان ملت باعث میشه که علمای ما یکی پی دیگری در واقع از میان ما برون و دشمن هم شب و روز کار میکنه میبینه که کدام عالم مفید است، کدام عالم نقش برجسته ای داره، کدام عالم زبان در واقع اصلاح طلبی داره که این زبان قطع بکنه و او را خاموش بکنه. به همون واسطه است که علما امیدواریم که انشاءالله از این به بعد اتحاد بیشتر و اتفاق بیشتر داشته باشن تا اینکه دیگر هیچ دشمنی و تمام دنیا نتوانه به یکی از علمای ما در واقع آسیب برسد. انشاءالله. سپاس از شما جناب دکتر عبدالظاهر فقیری استاد دانشگاه که در برنامه با ما بودید و استفاده کردن از صحبت های بسیار نیک شما. بله میادای عزیز، صحبت های بود با جناب استاد فقیری راجع به علم و دانش و همچنین راجع به شخصیت شهید استاد نیازی بسیار عزیز و مهربان که همین ما واقعا هم اندوه داریم نسبت شهادت جناب استاد. یقینا شکی نیست که شهادت استاد نیازی مهربان پیام هایی با خود داره، پیام هایی برای جوانان داره. این که است که ما جوان ها باید راه استاد در ادامه بدیم و به خود بیاییم و یک تکان بخوریم که خیلی ها هستن میخوان نیازی ها را بر بدارن تا به اون اهداف پلیدشان برسن، اما یک پیامی هم برای اونها داره این شهادت استاد که کور خواندین اون راه هدایت و اون چراغ معنویتی که استاد هم یکی از آنها بود و در آن مسیر حرکت میکرد ادامه داره. انشاءالله به امید موفقیت همه کسانی که در راه اسلام و بشریت دارن کار میکنن. این بود برنامه عصر حریوای امروز که تقدیم نگاه های مهربانانه شما مهربانان شد. انشاءالله که بتوانیم رضایتمندی شما خوبانه در ارائه هر برنامه با خود داشته باشیم. تا برنامه دیگر همه شما را به خداوند یکتا و همدا میسپاریم. عزت از اوست، هر که را بخواهد عزیز میکند. عزت زیاد و خدا نگهدار.